بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم دوستان خوبی که برنامه خودتان برنامه زنده روشن رو تلویزیون جهانی هادی انتخاب کرده اید برای نگاه کردن دیدن و انشالله استفاده کردن امیدوارم که عزیزان تا نهایت برنامه همراه ما باشید امروز 25 اصد 1402 است روز چهارشنبه پایان هفته بسیار بسیار خوب و خوشی را برای شما دوستای عزیز و محترم آرزو من استیم و عزیزان و دوستان همچون روزهای چهارشنبه هم دیگه کاشناس و محترم ما مهمان خوب برنامه ما خانم شریفه ارزاده است وقت فاود نکنم و قبل از هر چیز یک سلام محول پرسی هم باشون داشته باشیم سلام علیکم خانم ارزاده بسیار خوش آمدید سلام بسم الله الرحمن الرحیم عزیز سلام و احترام خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه ان هر هستین در سلامتی و عافیت به سر ببرین تشکر خانم اما بیننده های خوب و محترم در همین ابتدای برنامه شماره تماس برنامه زیرنویس میشه فراموش نمیکنید از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با همکاران ما در ارتباط شوید نظرات خودتان انتقاد پیشنهاد اگر کدام موضوع هست که ذهن شما را درگیر کرده و فکر میکنید که کارشناسان ما میتونن به این موضوع بپردازن و به سوال شما پاسخ دهن حتما با ما به اشتراک بگذارید همچنان نام برنامه رو ذکر کنید ب... بنویسید که مرتبط به برنامه روشن است و بنویسید که از کدام کارشناس میخواید که سوال خود پرسان بکنید همچنان برنامه از طریق فضای مجازی از طریق اینترنت یوتیوب آپارات و همچنان سایت تلویزیون جهانی هادی هم تقدیم شما عزیزان میشه در آنجا هم میتونید که نظرات خودتان را برای ما کمنت بکنید اما موضوعی که چهارشنبه ها از چهارشنبه گذشته و انشاءالله در چهارشنبه های آینده در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود مسئله تعلیم و تربیت است که مسئله بسیار مهم است در دین مبین اسلام هم به با او تاکید بسیار زیاد شده تعلیم و تعلم آموزش دیدن و آموزش دادن عبادت شمرده شده اما از کارشناس محترم خانم شریفی الزاده که ماستر تعلیم و تربیت خانم الزاده درست ماستر تعلیم و تربیت هستیم از شما پرسان بکنم که اولا موضوع ما به صورت کلی چیست برای بینندگان عزیزی که نو بجم ما پیوستن این مسئله رو بیان بکنید و دومی که در این جلسه چه مسئله رو میخواید که تبیین کنید بله موضوع کلی ما تعلیم و تربیت زیربنای توسعه و بحثی که جزی که ما میخوایم در جلسه انشالله بس کنیم عواملی که تأثیر داره در نظام تعلیم تربیت است که انشاءالله میخوایم در این مورد گپ بزنیم انشاءالله خواهش میکنم خب همطور که دوستو عزیزم میدونه تعلیم و تربیت نظام تعلیم تربیت یک ارزش و حساسیت خاصی در هر جامعه داره بسیار تاثیرگذار است و به همین خاطر بسیار حساسیت زا هست حس بسیار با ارزش است و ما میایم روی ازیم به همین خاطر عواملی که بسیار تاثیرگذار در این نظام مهمترین عوامل را سعی میکنیم بررسی کنیم تا عوامل بسیار مختلفی حالا چه لازه اقتصادی یک کشور سیاست یک کشور موقعیت جغرافیایی و یزو و خیلی از عوامل دیگه دخیل هست در این نظام تعلیم تربیت که میتونه روبروش و مترقی باشه میتونه در و ساکن باشه اما از بین همه ای عوامل که بگذاریم دو عامل بسیار مهم و تاثیرگذاره که ارتباط بسیار مستقیم داره این نظام یکی خانواده و یکی مکتب هست یا مدرسه ای که که دانش آمد در رو درس میخوانم خب اولین عامله میاییم بررسی میکنیم که همین خانواده چی نقشی داره و چی رقم آیه. خانواده در نظام تعلیم تربیت تاثیرگذار است از قبل از اینکه شما شروع کنید خب یک مسئله بسیار عجیب است برای من در ذهن می ایجاد شده که بعضی از اولاد رو بینند خانواده بسیار تحصیل کرده خانواده همه پدر دکتر مادر نمیفهم مدیر مسئول و طفلشان اولادشان تربیت درستی نداره وقتی که به او گرم میزنی یا مثلا به موفقیتی که ما فکر میکنیم که میرسه نمیرسن برعکس یک خانواده ای کارگر یک پدر غریبکار یک مادر خاندار بانوی خانه یک طفلی برمی یک شخصیتی میشه که میتونه که جامعه را تغییر بده چطور میتونه؟ خب ببینید خود خانواده باز در دو شکل تاثیر میداره یعنی هم میتونه نظر وراست تاثیر باشه هم محیط خانواده شاید اون طفلی که ما میگیم در یک خانواده که محیط و بستر مناسب برای تعلیم تربیت نداشته امکانات آموزشی نداشته وضعیت اقتصادی مناسبی نداشته برای تحصیل میبینه که از مابین هم شش اولاد یک اولاد بسیار خوب برمیایه و موفق تحصیلی بسیار خوب کسب میکنه مم. خب شاید این ژن وراثتی که داشته در اون نهفته بوده و در یک اولاد بار شده که بسیار علم آموز بسیار یادگیری قوی داره و باعث میشه که بسیار درخشه در مابین مکتب خود در مابین جامعه خود بدرخشه خب این رقم 100 درصد نیست که بگیم یک خانواده ای که اللحاظ محیط اجتماعی اللحاظ محیط خانوادگی غنی نیست و وضعیت اقتصادی و یا فرهنگی مناسب ندارم پول دیگه اولاد از کلا مشکل دار باشه نه رقم نیست چون باز اینجا ارث هم می توانه نقش خود ایفا کنه و ممکنه اون ژن های وراثتی که داره دو او تاثیر آولاد تاثیر کنه و متعدد متعدد اسم. متعدد اسم. باز برعکس داریم برعکس از هستن شانس موفقیت را بالاتر می باز مثلا میتونه باز برعکس از باشه در خانواده ای که بالاخره کلی که تحصیل کرده است و امکانات مالی و اقتصادی فراهم است ممکنه که اولاد انگیزه ای برای تاثیر نداشته باشه باز در جای خود جای بحث داره که لحاظ روانی شخصیتی مم. چی رقم با بچا برخورد کرده با اولادا که بی انگیزه شده به سمت علم کشندان اشتیاقی نداره خب او در جای خود باز بحث روانی مخصوص به خود میخواد ولی به طور کلی می بحث کنیم که همین خانواده چه نقشی داره در تعلیم و تربیت اولادا که با زمین اولادا برمیگرده در نظام تعلیم تربیت <applause> یک کشور یعنی میخوایم نقش خانواده را که بررسی کنیم ببینید خانواده سه نقش عمده داره در. یکی اینکه میتونه نقش نگرشی داشته باشه یکی میتونه نقش حمایتی داشته باشه و یک با یک نوعی دیگه نقش نظارتی داشته باشه نقش نگرشی خانواده چی رقم است ببینید در یک خانواده ای که نگرش مثبت دید مثبت نگاه خوب نسبت به علم داره نسبت به علم آموزی داره نسبت به متعلم داره این باعث میشه خود به خود انگیزه ای کودک در خانواده بالا بره چرا؟ چون میفهمه که پدر مادرش بیشتر از هر چیزی دیگه ای و علم ارزش قائله به مکتب رفتن به اینکه چگونه درس میخونه و, و خود علم ارزش قائله خود به خود بحثایی که در خانواده میشه گپ که در خانواده میشه بحث از علم آموزی بحث از ارزش علم است و به او کودکی که تلاش میکنه در روی علم و دانش بها داده میشه امتیاز داده میشه تشویق میشه خب خود به خود نگرش کودک نگاه کودک نسبت به علم یک نگاه مثبت میکنه دست. باعث میشه که تلاش از او بیشتر باشه و وقتی تلاش از او بیشتر باشه قطعا موفقیت از او هم بیشتر میشه در دوران تحصیلش خب ما برعکس از این هم داریم متاسفانه خانواده هست که نگاه مثبت ندارن نسبت به علمه که خب چی به هیچ فایده ای نداره آینده ای نداره و یا اینکه آل بخونیم اگر چی میشه و کجا میرسیم که در کشور ما متاسفانه بسیار زیاد است و پدر می و طفل خود از مکتب میکشن بله که, که, که سر, سر کار بره, 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 بره. دقیقا متاسفانه در جامعه جهان سومی و می و مخصن. مثل جامعه ما که بافت سنتی داره هنوز این فرهنگ غالب وجود داره که مم. نگاه مثبت نسبت به علم نداریم و متاسفانه باعث میشه که حالا درست از اقتصادی تاثیر خود داره شرایط فرنگی تاثیر خود داره ولی مهم اینه که ما به این یک نگاهی مثبت یک نگاه ارزشی نداریم و کودک خود از مرسه رها میکنیم خب پای یک کار میفرستیم که ای به درد دست میخوره ای این می میسازه نه مکتب رفتن نه مثلا ادامه دانشگاه رفتن چی کار میآید و یا حتی یک نگاه جنسیتی داریم خب بسیار در جامعه ما که رواج داره که به خیر رسمی اعمال میشه که دخترها رو خب از علم آموزی من میکنیم و یا اینکه در بسیار سطح پایینی یعنی همین برای شما کافیه و سطح های بالاتر علم برای دختر شایسته نمیدانیم و فکر میکنیم که وقتی که سیاستر باشه دختر باشه در همین مرحله ابتدایی که گذران برای زو کافیتیج نمیخواد دکتر و معلم مهندس شود متاسفانه این نگاه های منفی مم. که دارن نسبت به امده خانواده تأثیر گذار است بر کودک و باعث میشه که بسیاری رقم کودک آده خانواده که کلان میشه که نگاه مثبت نداره خب معمولا افت تحصیلی داره ترک تحصیل داره معمولا استعدادش هم اگر داشته باشه اللحاظ استعداد و بهره هوشی هم داشته باشه متاسفانه در راه تعلیم تربیت ناکارآمد میشه و ناکام میشه چرا که او انگیزه و او نگرش مثبت نسبت به علم نداره که از طرف خانواده باید دریافت کنه این نگرش خانواده به صورت مثلا گفتمانی اتفاق میفته بله بله در خانواده میشه بله بحثی که در خانواده میشن گپ گفتی که میشه خب خب خود مشخص میشه که یه خانواده بسیار در علم و علم آموزی که حتی از لباس اولاد خود تیر میشه از آه. کالای نوازو تیر میشه میگه بچه من امسال با همین کالا میتونه تیر کنی ولی فلان کورس باید بیاری این برای تو مهم است ولی باز برعکس خانواده میبینیم که بسیار در زرق و برق خانواده میرسه در اولاد خودش کمش میرسه در کالج میرسه ولی برای کورسو کورسای از یا برای مکتب از خرج نمیکنه میگه به کار نمیاد فایده نداره بچه من میره شش سنت خاندی بس است ما برای تو یک موتر میخورم یا مثلا فلان خانم من میخرم فلان من جالب است در سالهای اخیر در بین برخی از خانواده های حتی فقیر در شهر کابل این فرهنگ رواج شده بود که حتی از نان شب خود خانواده تر میشدن برای که دختر خود چه خود به مکتب بلی. روان بکنند در کلاس مختلف زبان یا کامپیوتر و دیگه کلاس‌ها روان بکنند و این فرهنگ نشان دهنده ای بود که یعنی ما رو امیدوار میکرد برای پیشرفت افغانستان امیدوارم که این فرهنگ از بین نره و بمونه چون بعد چند دهه جنگ خونریزی مردم خود به این نتیجه رسیدن, رسیده. که علت عقب ماندن ما علت نزاهای ما علت مشکلات کشور ما فقر علمی است برای هم چندون چندین برابر تلاش کردن در زمینه یک میان برنامه را دوستان عزیز ببینیم و باز برگردیم همچنان برنامه خودتون برنامه زنده روشنا را رو از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید یک سلام هم خدمت عزیزان و دوستان که نو به جمع ما پیوستند برنامه امروز با موضوع عوامل ماستر بر تعلیم و تربیت است و انشاءالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید قبل از اینکه ادامه بحث را داشته باشیم دوست عزیزی با شماره مثبت 92 316 چهار شماره آخر 6688 از کشور پاکستان با ما تماس گرفتن سوالی داشتند که به سوال شما پاسخ داده خواهد شد و همچنان مثبت 93 77 و 4 شماره آخر 8096 96 بیننده محترم از حروف مقطعات قرآن سوال پرسید که در برنامه مربوطه با وقت بیداری با سوال شما دوست عزیز پاسخ داده شده برنامه رو میتونید که ببینید از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی از طریق یوتیوب و آپارات هم برنامه رو میتونید ببینید دنبال بکنید و جواب سوال خودتون رو دریافت بکنید همچنان با گفتگوی خودمون با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده ادامه میدهم خانم الیزاده شما در مورد نقش خانواده بر آموزش بر تعلیم و تربیت صحبت میکنید و اشاره کردید که بسیار مؤثر است در ایجاد نگرش مثبت در ذهن چون اگر نگرش مثبت نسبت به یک مسئله وجود نداشته بشه شوق و رغبت برای رفتن به سمت اون مسئله در انسان ایجاد نمیشه اما خب یک سوال به ذهن ما رسید خانم علیزاده که خب برخی از خانواده ها هستن که خانواده های بسیار تحصیل کرده هستن حتی مثلا در خانه اتاق مخصوص به کتابخانه خانه دارند قفص های کتاب دارند زیاد در خانهشون پر از کتاب است ولی رو نگاه میکنی هیچ شوق و زوق نسبت به تحصیل نداره باز در برابر طور که براتون قبل از این برنامه گفتم خانواده های فقیر پدر غریب کار مادر در خانه و همه به ولی اون چنان شوق و میل و علاقه و رغبت نسبت به آموزش داره که به میمونه که چی شد که شوق در دل اینها ایجاد شد چی عاملی باعث مسئله خب این یک عاملی که اشاره کردم در سوال که مسئله ارث گفتیم که ژن هم تاثیر خود داره ممکنه در یک خانواده یک غریب کار باشه خب این ارث و این ژن علم از گذشته به یک اولاد زو رسیده باشه و اولاد بسیار رقابت داشته باشه و اینکه که حتی خود پدر مادر علاقمند بوده نسبت به تحصیل ولی شرایط تحصیل را نداشته و باعث شده که خب حالی هم که شرایط و امکانات تحصیل برای اولادها بسیار در دقیقه ولی باز اولادای اونها بسیار علاقه هستن رغبت دارن تا شرایط را تغییر بدن چون فکر میکنن که با همین تحصیل خود قطعا شرایط موجودی که در زندگی میکنن را و سمت سوی مثبت تغییر میدن و برای همین انگیزه بالایی دارن اما یک کودکی در خانواده مرفه که لحاظ تحصیلی هم همه چیزی میکنند فراهم است شاید انگیزه برای تغییر شرایط نداره و فکر میکنه خب من چی گفته تحصیل کنم وقتی آه. که خانه مجور امکانات ماجور اما معلم معلم سرخانه دارم دیگه چی گفته من تحصیل بکنم میخوام به چی برسم انگیزه نداره کسی که از خانواده سطح بالاتر دشوارتر است برای گرفتن خب اینه بره. بره. که چی رقم هم کودک از ابتدا کار شود که خود مشتاق باشه و علم و علم آموزی اون یک بحث روانی داره که باید از لحاظ روانشناسی بررسی شود که چرا ای کودک من میل نداره شاید اشباه شده شاید تمام امکانات فراهم شده و خود او تلاشی نکرده یعنی خود پدر و مادر اجازه تلاش کردن به او را نداده تا طفل خود بلند شد بچه خیره هرچی میخوای آماده است و پس بنابراین انگیزه ای برای تلاش نداره که این کودک باید مورد بررسی قرار بگیره حالا اگر... از منظور شما از خانواده مستقیما نقش پدر و مادر است مستقیم فعلا نقش پدر البته دیگران هم خب تاثیر خود از دادل... پدر کلان مادر کلان یا خواهر و برادر که خانه زندگی میکنه ولی خب اون چون مسئول تربیت پدر و مادر است اه... ما هم بحثمون روی پدر و مادر و مخاطب ما پدر و مادر است خب از, از نقش خانواده گفتیم گفتیم یک نقش نگرشی داشت که بسیار میتونست نقش نگرش مثبت یا منفی به کودکان دانش آموز ایجاد کنه. نقش دیگه که در نقش حمایتی است ببینید وقتی خانواده ای از اولاد خود حمایت میکنه همطور که میدونیم کودک از موقعی که به دنیا میاد تا بزرگسالی نیاز به حمایت خانواده داره. این رقم نیست که بیمال کلان شد از زیر چتر حمایت خانو... خانواده دور نمیشه لحاظ مادی لحاظ معنوی لحاظ عاطفی نیازمند حمایت خانواده هستن پس بنابراین خانوادهایی که حمایت میکنن اولادای خود دانش آموزایی که مکتب میره حمایت میکنن چی از لحاظ مالی چی از لحاظ عاطفی خب قطعا این رقم دانش آموزا اعتماد به نفس بالاتری داره و بهتر در مکاتب میتونه عملکرد تحصیلی خوبی داشته باشه چون اعتماد به نفس بالایی داره بهتر میدرخشه موفقیت های بهتری را کسب میکنه ببینیم ما ممکنه بعضی از خانواده ها متاسفانه اولاد خود خوب مکتب روان میکنیم ولی دیگه از او حمایت نمیکنیم دیگر نمیگیم که چه نیازهایی داره و یا اینکه او محیط خانواده از لحاظ عاطفی مناسب نیست و باعث میشه که اولاد ما سرخورده باشه اعتماد به نفس پایین داشته باشه پرخاشگری داشته باشه یک روحیه نامناسب داشته باشه و با همین روحیه نامناسب میره وارد مکتب میشه قطعا با ضربه هایی که در اونجا میخوره بیشتر هست و باعث میشه که موفقیت چندانی نداشته باشه پس حمایت های خانواده هم بسیار معصر است حمایت هایی که سازنده باشه اصولی باشه منطقی باشه این رقم نه که من لقمه را آماده کنم در ما دان بچه بدون بگم بچه توی آب ددیل تکان نخوره و فقط مکتب برو بیه نه این رقم هم فایده نداره باید سعی کنیم که خود دانش آموز خود کودک ما تلاش خود را بکنه ولی این اطمینان را داشته باشه که ما پشت سر از او حامی از او هستیم مثلا من فرض کن که اولادم میره امتحان کنکور داره و میخواد یک دانشگاه بره خب او تلاش خود میکنه من من حمایت میکنم بچم انگیزه میدم به او بچم اگر تو تلاش کنی قطعا موفق میشی من میدونم استعدادش رو داری و به این طریق به او یک انگیزه مثبت میدم حمایتش میکنم اگر بریم ما مشکلی به مثلا فکر مالی از او نباش من و مادر تلاش میکنیم که هزینه مالی از سر جور کنیم تو قصه نخور درس و این رقم حمایت ها باعث میشه که یک اعتماد به نفس بالای بگیره گرفت بوده که من اولاد ما و تلاش بیشتری کنه خب قطعا باعث میشه که بهتر بدرخشه و وقتی بهتر بدرخشه خود به خود همین افراد هست که نظام تعلیم تربیت را تشکیل میده و باعث موفقیت او میشه درست آخر مرزاد برق از خانواده هستن فکر میکنه حمایت تحصیلی یعنی همین که من طفل خود در مکتب سبتنام کنم روان بکنم و بعد از او خلاص. خلاص باید. اما خب حمایت های دیگه هم مد نظر است که در عین تحصیل باید دریافت بکنه و تحصیل یک پروسه بسیار طولانی مدت است و خسته میشه من به عنوان یک مادر وقت تصور میکنم خسته میشم دوازده سال طفل ما باید به با مکتب بره چقدر او خودش خسته شه به عنوان فردی که مستقیما سبا باید از خانه خارج شه و درس بخونه دوازده سالی کار ره. ادامه بره. بده چقدر نیاز به حمایت داره قطعا نی. انگیزه بالایی میخواد حمایت میخواد و نقش دیگری که خانواده داره نقش نظارتی است یعنی ما انگیزه میدیم به اولاد خود حمایت میکنیم ولی نظارت نکنیم که فایده ای نداره پس بنا بر همون که شما گفتین چون پروسه تحصیل یک پروسه طولانی هست و طفل از افسالگی که میره ماده مکتب میشه تا جوانی خب نظام قرار داره نیازمند است که من نظارت داشته باشم مخصوصا در دوران کودکی که باعث میشه که اولاد من جدی بگیره تعلیم تربیت و بفهمه که وقتی من میام مکتب قطعا باید یک جوابگو باشم نه که فقط برای تفریح و بازی و اینکه فقط وقت خودت تر کنم این رقم نباشه خب باز خیلی مسئولیت پدر مادر سنگین نمیشه پدر ها و مادر ها معمولی هر کس کار خود داره بازی که مثلا یک, یک دو سه اشت دن طفل در خانه از هر کدام از اینا با مکتب مورد این نظارت هم داشته باشه که دیگه بخی پس در مکتب معلم وقتی که تعداد طفل بشتر بیشتر میشه در خانواده قطعا مسئولیت پدر و مادرم بیشتر میشه و باید تلاش بیشتر داشته باشه این رقم نیست که مولود خود روانه مکتب میکنه و رها میکنم گاهی وقتا حتی مشغله داره پدر مادر کم نمیدانه که اولاد سین چند است هیچ نمیفهمه که همین سال ناکام شد یا قبول شد درسته خب این رقم فایده نداره ببینید شما سرمایه های از عمر خود در وارد نظام تعلیم و تربیت میکنید بدون اینکه نظارت داشته باشین متاسفانه خب وقتی که خلاص میشه دوازه پاس میشه میفهمید که اولاد شما ایش چیزی یاد نداره <applause> خب در طول این سال آیا این سال که گذشته آیا مکتب از او رفتی آیا وضعیت تحصیلی بچه خود کنترل کردی مدیر مکتب از او از استاد و معلم از او باید پرسیده که همین بم... کودک ما نوجوان ما که می داخل مکتب یا لیسه رقم است رفتار اجتماعیش با دیگران چی رقم است وضعیت تحصیلیش چی رقم است نظم و انضباطش چی رقم است برخوردش نسبت به استاد چی رقم است درسش چی رقم است خب کلی از اینا را باید یک پدر و مادر پیگیری بکنه این رقم نباشه که ما اولاد خودم رو ما بین مکتب ثبت نام میکنم قرار میم به خانه میشینم تا سال تیر شود هیچ خبر ندارم رها میکنم مورد مکتب باعث میشه که مشکلاتی داشته باشه شاید نزایی داشته باشه شاید یک مقدار در درسش ضعف داشته باشه خب وقتی پدر و مادر خبر نداشته باشه نظارت نکنه خب قطعا سرمایه خود هدر داده پس به نابر این هم نگرش رو باید مثبت کرد نسبت به علم وظیفه خانواده است هم باید حمایت کرد که یک محیط عاطفی آرام و سازنده ای را در خانواده ایجاد کرد که تا فرزند ما با یک اعتماد به نفس و رقابت بالایی مکتب موفق و همین که باید نظارت کرد که چگونه میره چگونه درس میخونه و چه روحیات و اخلاقیات در مدرسه داره شاید خانم علیزاده برخ از پدرها و مادرها فکر کنن که خب ای یک وظیفه بسیار مضاعف است نسبت به وظیفه که یک مادر عادی داره خب چرا باید این همه زحمت بکشه ولی خب این تفاوت بین خانواده موفق و ناموفق بله دقیقا پدر و مادری که وظیفه مضاعف رو انجام میده قطعا موفقیت مضاعفی هم اولاد زود دریافت میکنن درست ولی بله بسیار تشکر اما یک میان برنامه رو خانم علیزاده ببینیم تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم اگر کدام سوال از کارشناس امروز برنامه دارید از طریق شماره تماسی که نویس میشه میتونید که سوال خود را از طریق واتساپ و تلگرام برای ما و همکاران ما بفرستید انشالله سعی میشه در همین برنامه و سوال شما دوستان عزیز پاسخ داده شد یک میان برنامه را ببینیم و برگردیم oh 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 سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم برنامه خودتون برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنه با کارشناس محترم خانم شریفه الزاده خانم الزاده موضوعی که بررسی میشه عوامل موثر برای تعلیم تربیت بله در مورد خانواده صحبت کردید و سوالی که برای پدرها و مادرها ممکن بود ایجاد شده که پس نقش مکتب چی بله دقیقاً خب از عوامل تحصیل گذار در نظام تعلیم و تربیت یک جامعه بعد از خانواده مکتب است که بسیار تاثیر مستقیم داره و خود مکتب هم دو نقش اصلی و دو رکن اصلی که داره یکی ام. معلمی از اون مکتب است و یکی فضا و امکانات آموزشی اون مکتب است که بسیار تاثیرگذار است بر تعلیم و تربیت کودکان خب معلم چرا هم تاثیرگذار است ببینید معلم بعد از پدر و مادر نقش بسیار مهمی را داره در تعلیم و تربیت اولادا چرا که اه, کودکان معلمان رو قهرمانان زندگی خود میدارن قهرمانانی بی عیب و نقص که فکر میکنه که امی معلم هر رقم کاری که میکنه هر گفتاری که داره و هر رفتاری که داره دوست. بهترین است مم. و حتی اون را ترجیح میده به پدر و مادر خود مم. که مم. خیلی وقتا گپا که در خانواده میشه مادر میگه که بچه این رقم است میگه نه استادم گفته معلمم گفته که این رقم است هر استادم میگه او درسته مم. و حتی پدر و مادر رو رد میکنه نظریاتش مگر نه گپ استادم بسیار مهم است و درست است پس به نابنی بسیار نقش اساسی تاثیرگذار و حساسی را داره معلم ها بسیار رسالت عظیمی را بر داره معلمی و شغل معلمی پس بسیار از معلمان می باید بدانه که وضعیت پوشش از او گویش از او نظم و انضباطی که یک معلم داره رفتار و گفتار از او مهربانی از او خشونت از او عدالت از او کل خصوصیات ظاهری اخلاقی از او و شخصیتی از او بسیار تاثیر گذار است بر کودکی که با او سر و کار داره معلمان در از امانت داران مانه. سرمایه های انسانی یک کشور است وقتی من و شما اولاد خود که حاصل عمر ما هست میسپاریم به مکتب و در مکتب تحویل یک معلم میدیم که این سرمایه دست اوست پس بنابراین میتونه با یک رفتار می میتونه با یک گفتار ناشایس ممکنه مسیر زندگی یک فرد را عوض کنه و باز برعکسش هم هست میتونه با یک رفتار و گفتار شایسته و مناسب میتونه کودک سرکشی را که از مدرسه گریزان است از مکتب گریزان است را میتونه رام کنه و اهل علم و درس معلم مربوط زمزمه محبتی جمعه مکتب و آورد و رو بله بسیار نقش مهم و اساسی داره و لازم هست که این شغل ارزشمند را واقعا اهمیت داده شود و کسی که در جایگاه معلم قرار داره کسی که نقش معلمی را داره باید دغدغه اقتصادی نداشته باشه م. مشکل اقتصادی نداشته باشه که به با چشم یک کار به چشم یک منبع درآمد نباید به معلمی نگاه کن چون جایگاه و ارزش از او بسیار بالاتر از این گپ و کسی که این شغل میگیره باید مطلع باشه که از بسیاری از مهارت های معلمی باید با خبر باشه آشنایی داشته باشه مثل باید آشنایی داشته باشه با روانشناسی کودک با مراحل رشد کودکی که وقتی کودکی در اول از چه خصوصیات اخلاقی داره کودکی در صنف شش از چه خصوصیات اخلاقی و رفتاری داره برخورد من معلم با کودک سنف اول باید متفاوت باشه نسبت به با کودکی که در سنفی شش است او داره به نوجوانی نزدیک میشه سرکشی و تقیان مخصوص به خود داره کودکی تفل... که سنف اول است خب این تازه است خانواده جدا شده وابستگی نسبت به خانواده داره و نقش مادر را باید داشته باشی وقتی کلانتر میشه به نوجوانی میرسه باید نقش یک رفیق را داشته باشی مم. که به تو اعتماد کنه و همدمی از تو باشه و بتونه تو را هدایت کنه

در کشور افغانستان از اونجایی که بسیار از خانواده به سواد هستن پادر و مادر شاید بسیاری از نکاتی که شما میفرمایید در برنامه های مختلف بیان کردید یا کارشناسان محترم دیگه ما ندانند بلد نباشند که انجام بدن همیشه نقش معلم بوده که بسیار پررنگ بوده بحلی بحلی. و بارها و بارها شده که یک معلم آنقدر تاثیر گذار شده که از یک طفل ساده روستایی یک شخصیت درست, درست در ایجاد کرده تربیت کرده و یا برعکسش معلمانی بودن متاسفانه با رفتارهای نادرست یک طفل چنان از مکتب و درس داده کردن که دیگه پشت سر خودش را هم نگاه نکرده بله متاسفانه این در نظام سنتی و جامعه سنتی میزی کشور ما که اکثر پدر و مادرها سواد کافی رو نداره و اطلاعات روانشناسی نسبت به کودک ندارن متاسفانه ممکنه برخورد های نامناسب هم در خانواده داشته باشه وقتی که کودک میره وارد مکتب میشه اگر معلمی واقعا کار بلد باشه مهارت کافی داشته باشه میتونه کودک جذب کنه استعداد یابی کنه استعدادهای از اون رو پیدا کنه هدایت کنه مم. حمایت کنه و میتونه یک نخبه تحویلی جامعه بده چون واقعا خیلی وقتا خانواده ها تشخیص دادن نمیتونه یا نمیفهمه که کودک ما چه استعدادی داره مم. و این معلم است که در مدرسه او کش کشف میکنه که چه استعدادی داره ای میتونه یک نخبه یک کشور باشه میتونه در, در یک مضمون خاصی بسیار مهارت داره و یا اینکه قدرت سخنوری و روابط اجتماعی خوبی داره پس بنابراین بسیار تاثیرگذار است معلم ها باید با اصول و فنون روش تدریس آشنایی داشته باشه مم. اگر کار بلد نباشه متاسفانه اگر فن تدریس رو بلد نباشه باعث میشه کودک دلزده شود از درس وقتی معلم که خودش مهارت کافی برای تدریس نداشته باشه کودک دل زده میشه از او درس چون روش درست تدریس را بلد نیست روش درست یاد دادن به شاگرد بلد نباشه متاسفانه ضربه جبران ناپذیر را میتونه وارد کنه چرا که یک مکانیکی نیست یک چیز جسم نیست که من آه. خراب شوه من او رو درست کنم مثلا اگر من در یک کارخانه یک کار میکنم خب وقتی که یک نابلد هستم مهارت ندارم خب ممکنه یک جسم رو خراب کنم درسته بله. که امکان بازیافت از او هست امکان این که او رو دوباره درست کنم هست ولی وقتی که روح و روان و شخصیت یک کودک رو خراب میکنه یک معلم با مهارت ناکافی خود یا با یک برخورد نامناسب خودش درست کردن از او جبران ناپذیره نمیشه کار راحتی نیست پس این باید یک کشور بدانه یک سیاستمدارانی یک کشور بدانه که حساس ترین نظام نظام تعلیم تربیت است و باید معلمان کار بلد کارآمد و اینکه عاشق این نقش خود باشند که چه نقش حساسی رو در عهده دارند رو روی کار بیارن باید با روش های تدریس آشنایی باشه باید با فنون با روانشناسی کودک آشنایی داشته باشه باید با تکنولوژی آموزشی یعنی چیزی که روش های مدرن تدریس روش های جدید تدریس آشنایی داشته باشه تا بتونه یک نظام تعلیم و تربیت موفقی را داشته باشیم در بسیار از کشورهای پیشرفته هم بر بسیار در قسمت اهمیت داده میشه و معمولا معلمان که انتخاب میکنن اول اینکه از لحاظ تحصیلی سطح بالایی بسیار قرار و بیشترین حقوق دریافت میکنه معلم و معلمانی که از لحاظ شخصیتی اون آرامش روحی روانی که داره در سطح بالای قرار داره و اینها رو بهشون نقش معلم میده و مخصوصا در دوران ابتدایی که پایریزی شخصیت کودکان هست بسیار نقش حساس داره و ایره به معلمان کاربلتر می سفاره یعنی بالاخره همه وظیفه نظام تعلیم و تربیت که در دست دولت است که بر چه اساسی انتخاب بکنه برای هر مقطعی چگونه معلمی باشه من فقط تصور میکنم کنم خانم که اگر برای مقطع سنف ابتدای شش سال اول دهلی. بی بی دو سال سنف اول اگر اول دوم. معلم یک نفر بدخوی باشه دقیقا. چقدر ممکنه زوج باشه. باشه خشین باشه دهل. خوب خود بخود بچه رو زدن میکنه دیگه درسته و همچنانی که یک مسئله دیگه که مهم هستی که تمام نقاط کشور باید با تصاوی از این حق بهرمند باشن که معلم های خوب مکاتب خوب در اختیارشون باشه چون ما در سالهای اخیر باید می میایی که بسیاری از مردم از نقاط مرکزی از روستاها از قریجات بچه سختی پدر و مادر کارگر پدر و مادر کشاورز پیسه فراهم میکردن طفل خدا مرکز خدا بچه خانه خانه خدا بکا. تقبل روان میکردم برای که دست بگیرم خب بله. قطعا به خاطر تفاوتی که بود که احساس میشد بله نسبت به نحوه تدریس بله دیگه این سی... در دست سیاست مداران یک جامعه است که چگونه یه امکانات را تقسیم عادلانه داشته باشه در یک کشوری که به همگان که حقشان است از یک تحصیل عمومی و شایسته بله باز باشا. اشیاری پدر و مادر هم میرسونه که چطور پدر و مادر تشخیص بدن که این معلم این صنف این مکتب برای طفل من مناسب نیست بعد تلاش خود بکنن که با یک جای مناسبتر به نزد یک فرد مناسبتر روان بکنن بله اینم که خب میطلبه که پدر مادری باشه که نگرش مثبت داشته باشه حمایت داشته باشه نظارت داشته باشه بر اولاده ولی اگر رها کنه که خبر نمیشه که چه میگذره در مکتب کنار معلم باز در مکتب امکانات آموزشی فضای آموزشی هم بسیار تاثیر گذار است امه. بر تعلیم و تربیتی کودکان ببینید رنگ آموزی یک مکتب معماری یک مکتب وضعیت کلاسی یک مکتب امکانات آموزشی اینکه سالن کنفرانس داشته باشه آزمایشگاه داشته باشه سالن ورزشی داشته داشته باشه و غیر از, از امکانات جدید آموزشی که میاد کلاس های آنلاین و غیره داشته باشه یک مکتبی قطعا موفقیت بهتر خواهد داشت نسبت به اینکه از روش های سنتی استفاده کنه در مکاتب نسبت به اینکه کلاس های تاریکی داشته باشه خب خو خود به خود باعث میشه که رقابت دانش آموزان کم رنگ بشه ولی اگر یک فضای شاد مرتب و با امکانات باشه رقابت علاقه و شادی دانش آموزان در این مکاتب بیشتر میشه و این باعث میشه که رشد علمی در اون مکاتب زیادتر شود و وقتی رشد علمی در مکاتب به مراتب که زیاد شود رشد نظام تعلیم تربیت و خواهیم ما داشت و یک نظام تعلیم تربیت پویا و سرزنده را و پیشروی را خواهیم داشت به شرط اینکه معلمان خوب شایسته داشته باشیم امکانات آموزشی خوبی داشته باشیم و خانواده هایی که نقش را درست و به جا ایفا کنه درست از بسیار تشکر خانم علیزاده نکات بسیار خوب و دقیق را عنوان کردید حالا برخی از این مسائل که تقریبا از دست ما مردم عادی خارج است ولی خب برخی دیگه قطعا ما به عنوان پدر و مادر میتونیم که یک کاری بکنیم که از آموزش حداقلی طفل ما بهره من شد و محروم نشود در حد خود مرزده یک دقیقه فرصت داریم اگر یک جنبندی بفهمید خب، اگر هر کس از ما نقش خود درست انجام بدیم اگر مخاطب ما خانواده است نقش خود درست انجام بده اگر مخاطب ما کسی است که سیاست مدار است نقش خود درست انجام بده اگر مخاطب ما کسی هست که, است، نقش اگر مخاطب ما و کسی هست که اختیاردار و صاحب منصب است در ام. یک جایی و میدانه که میتونه یک تاثیر مثبت داشته باشه اگر هر کس نقش خود به جا و درست انجام بده قطعا باعث موفقیت نظام تعلیم تربیت میشه و اگر نظام تعلیم و تربیت در جامعه سازنده باشه درست عملکرد درستی داشته باشه آینده او جامعه تضمین شده است و اگر خدایی نکرده نظام تعلیم و تربیت یک جامعه ای ناشایست باشه ناکارآمد باشه مشکل دار باشه قطعا آینده او جامعه هم ناکارآمد و مشکل دار خواهد بود چرا که گفتیم سرمایه های انسانی درون نظام تعلیم تربیت هر آنچه که می سازیم، اینها گردانندگان آینده کشور ما هست پس اگر درست ساخته شود قطعا آینده درستی خواهیم داشت درست است چقدر نکته مهم اشاره کردین خانم داده که انسان مهمترین چیز در خلقت است هر چقدر که ساختمان داشته باشی خانه داشته باشی پول و پیسه داشته باشی امکانات داشته باشی انسان درست سرمایه انسانی درست نداشته باشی و یا نتونی اون ایجاد بکنی و تولید بکنی در نهایت محکوم به شکست و فنا خواهیم دهلی. بود بله بسیار تشکر از شما و همچنین از شما بیننده های عزیز هم بسیار تشکر میکنم کنم که تا این لحظه برنامه خودتان رو نگاه کردید عزیزان و بزرگواران برنامه ها در سایت تلویزیون جهانی هادی از طریق یوتیوب و آپارات هم قابل دیدن پیگیری کردن و همچنان کمنت گذاشتن از نظرات خودتون را برای ما بمانید بسیار بسیار خوشحال میکنید وقتی که نظراتتون را دریافت میکنیم همچنان از طریق شماره تلفن هایی که زیر نویس میشه از طریق واتساپ و تلگرام هم میتونید که با ما در ارتباط باشید نظرات خودتون را برای ما بفرستید و همراه یک کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص میشویم در پناه خداوند مهربان باشید اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه